تا به حال بزرگترین اژدهای افسانه جهان را شنیده و یا دیده اید؟ سلام بیننده های عزیز، در برنامه عجایب های بامیان با من اسدالله ملک پور از تلویزیون بامیان خوش آمدید. ما در این برنامه به عجایب ترین جاهای بامیان سفر میکنیم و به تصویر میکشیم که تا هنوز ندیده این و حتی تصور هم نکرده اید. در این برنامه کربلایی مختار را با خود داریم، یکی از باشنده های محل می باشد که یکی از عجایب ترین جاهای بامیان را می خواهد که با ما به معرفی بگیرند. پس تا آخر برنامه ما را دنبال نمایید. بر پشت اژدهایی که به گفته محل حضرت علی علیه السلام را کشته فعلا موقعیت داریم که ما بیشتر از کربلای مختار که باشنده محل درباره تاریخ و تاریخچه اژدها میپرسیم که حضرت علی چه زمان آمده و چه طوری اژدها را کشته است. کربلای بعد از ما خلاصه می اژدها و چه رقم حضرت علی کی آمده و چه رقم کشته بگین. یه لحظه ابتدا زمانی ای که کپندشین بوده یه نه اینجا شو یک نفر ای اجدار توفا داشته بوده مو شو یک نفر این منجا میورده دانی اجدار ای دیگه مو خورده بوده شو یک نفر دایم باز یک وقتی شش من یک نفر که اینجا میشونه سبا نفر گوته بر اول بگیر که او رو خورده یا نه او که میگه گوته نه اول نو زنده یا گفته تو چیز مگی و شو یک نفر توفا داشت یک نفر اتمن ارشاو مخوره یه رو میزنه گفته تو دروغ مگی مکشن باز دیگه نفر ری میکنه دیگه نفر که ری میکنه و هم که میه گفته که ولو همون نفر زنده یه همون جای و جای شته یه خو یه باز گفته خو از اینجا گفته خو همون نفری که چیز او چطور او رو نخورد تو برد همون نفر چیز کن وقتی که می یکی حضرت علی ایره کشته از پشتی از دی فقط یک تتک تشمه کرد. یو گرفته گوته ما کشتیم گوته خود تو کشته کودی نشانیش رو بیارو یه امی کمی رو کم کشته ده چیش رو ده کمر خو بسته کده بوده زد یعنی یه ده پیش واس کده پرتا مکنه بوده اینه خو گوته دیگه چی گوته یه خواست داریم
که همی علی را در پیش ما جست وسته بیار علی را گوتا خو گوتا ای که جست پای خورا جست خورا بسته میکنه گوتا ایگه تیه نه گوتا نه ما علی را گوتیم ما علیم آه گوتا ما خو علیم دیگه خو گوتا تو علی گوتا ما علیم دیگه ای را که چیز میکنه خو گوتا اینالی دیگه چیزم اینالی گوتا ما علیم مقصد اینالی شما باید مسلمان شید کافر و دیگه دزد و دیگه وانه وقتا دیگه جنگ چیز میشه دیگه میزنه دیگه تا پایش داره خب فکر بلایی بگین که چی نشانی های وجود داره که اینجا حضرت علی آمده و ای چی شباهت ها داره ای صخره اجده ها چی شباهت داره خب یه حضرت علی که این مردم دیگه اگر نه شو یک نفر مخورد مردم دیگه چیز نمیتسنه وقتی که حضرت علی وانه دیگه آمده پیداشون زد دیگه مردم از چیز خلاص کرده دیگه نه آیا جوی نشانی که حضرت علی آمده است؟ آها وانه چیشی نده او میخی وانه او میخی دلدوره نه دیگه وانه او خوری دلدوره دیگه دیگه یعنی چیزی که نمیره حضرت علی چیز کرده دیگه جای ما شنیدیم که جای پای اسب حضرت علی هم است آره او در کجا موقع داره جای پایشی و نون جی یا نال گو یا نینجی که بود نه یا نینجی چیز که یا نینجی از تای کوک تیر میشه نه اینجی یعنی پنجو یا ذاتی علی یعنی تر زده بود که آنی بچم که مردم اگر خراب نکده یعنی تر زده بود پنجو یا ذاتی علی دامن چیز یعنی میتی که در وقتی که اجداره که کشته که امتر زده پنجو شخ شده نه و اون تو که ما تر نشان دادم که سنقلچک بود او سپالی یعنی چیزی دل دوره پایشی نه که اسب حضرت علی اسب حضرت علی که یعنی چیزی میله پای خره میله یک وقت یک ایره کشت یه خو یالی کوگشت وقت ایره که وقت که زده یه خو گشت بده نه خب یالی کوگشت دیگه کرولوی بفرماین بگین که این صخره چی شباهت های به اژدها داره اونمو چیز کرده اونمو شاخوایی هسته نه یاو هم که هسته از چیزی اونمو چیزی حضرت علی وقتی که زد این میاد و چیزی اجده اونمو او اونمو تشکل موره یعنی که او چیش می اجده هایی که فیلن عشق از اون موره؟ اره یا وقت چیزی اجده موره چه داشته بوده؟ وقتی که حضرت علی رزده او چیش در افت نو مشت کده خب مشت نام بگیرین که در کدام کدام جاها چیش پریده؟ تکه سر بلوغ بیسود و دیگه شای برانه یا یک اولنگ دیگه نمیدین در دمی افت چه پنجا و دیگه نمیدین کجای دیگه شما بلد نیم خب زمانی که حضرت علی آمده ای را با تسمه زده؟ آره تسمه زده اجده ها که دونیم شده و ای چوچه داشته اف چوچه داشته و اف چوچیش در مناطق دیگه پریده وقتی که از زلفقار زده اف چوچیش در اف نو پریده عزیز طبق گفته های کربلای مختار که در باره صخره بر ما قصه کرد واقعا جالب و دیدنی بود که ما تصورش هم نمیکردم واقعا خیلی جای جذاب بود خب بیننده های عزیزی بود برنامه هفته ما تا برنامه بعدی و یکی از عجایب ترین مکانی بامیان شما را به خدا یک تا و بنیاز میسپارم